سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، فارغ التحصیل مهندسی صنایع. طی 7 سال تمام کتاب‌های درسی ریاضی و فیزیک از پایه 3 تا 12 همه رشته‌ها رو به صورت فیلم آموزشی درآوردم در کانال‌های خودم در آپارات، یوتیوب و تلگرام قرار دادم. شما میتونید با مراجعه به سایتم یا به این کانال‌ها فیلم‌ها رو رایگان دانلود کنید. جدیداً سری فیلم‌هایی رو از روی کتاب‌های انتشارات فاطمی با عنوان ریاضی به بیان محمد رضایی آغاز کردم که این فیلم بخش 4 از مبحث مجموعه هاست. مبحثی جلو میریم. در این بخش یه سری سوالات امتحانی و تست در سطح کتاب رو خواهیم دید. سلام مخاطبان عزیز، این فیلم بخش 4 هست از مبحث مجموعه ها که از روی کتاب ریاضیات 1 انتشارات فاطمی، یک کتاب کمک آموزشی هست که دیگه چاپ نمیشن. من مباحثی که توی اون به کار رفته برای دانش آموزان 9 که مجموعه ها رو دارن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ما از روی این کتاب پیش میریم تا هم نحوه استفاده از یک کتاب کمک آموزشی رو ببینیم، هم با توجه به اینکه این کتاب یه ویژگی خاصی داره، یعنی همونطوری که در پیشگفتار اومده جاهایی هست توی کتاب درسی که مبسوط توضیح داده شده به صورت کامل که ما اونو در فیلم‌های آموزشی بر اساس کتاب درسی اونجا گفتیم. تو این کتاب که تکمیل اون مباحث هست، مباحثی که در کتاب درسی به اجمال یعنی خلاصه گفته شده اینجا مبسوط گفته میشه، یعنی یه جورایی همون کتاب درسیه اما به یه بیان دیگری. توی 3 بخش قبلی ما درباره مجموعه ها تمرین های زیادی رو حل کردیم. تو بخش قبلی که اصلا کلا تمرین بود، تو 2 بخش اولم ما علاوه بر اینکه تمرین حل میکردیم نکات رو میگفتیم. ما این تمرین رو، این سری تمرین ها رو، 30 تا تمرین رو در بخش قبلی حل کردیم. این تمرین هایی که ملاحظه میکنید کامل توضیح دادیم. تو این فیلم میخوایم علاوه بر اینکه چند تا تمرین حل میکنیم یه سری تست بسیار سطحی و ساده که میتونه برای دانش آموزان رشته انسانی توی کنکورشون شاید مطرح باشه بگیم. اما این تست هایی که توی این فیلم حل میکنیم به جهت اینکه تو کنکور اومده یه مقداری شاید برخیش نکته داشته باشه. اول بریم نمونه هایی از مسئله های آزمون های دبیرستان حل کنیم. میگه همه زیر مجموعه های این مجموعه را بنویسید. این چند تا عضو داره؟ 3 تا. وقتی که 3 تا عضو داره ما میتونیم بدونیم 2 به توان 3 زیر مجموعه داره، یعنی میدونیم 8 تا زیر مجموعه باید داشته باشه. میایم زیر مجموعه های تک عضوی رو می نویسیم، یعنی اونایی که فقط یک عضو داره. بعدن میایم توهی. اگر خواستید به جای این چیز دیگه بنویسید اینجوری می نویسید، داخلش چیزی نباید باشه توهی. حالا میریم زیر مجموعه های 2 عضوی، 1 و این عضو و بعد 1 و توهی. الان من یه بی‌دقتی کردم. چه بی‌دقتی کردم؟ توهی الان عضو این مجموعه است، من اینجا گفتم زیر مجموعه تک عضوی رو. درسته توهی به عنوان یک زیر مجموعه هست اما نه زیر مجموعه‌ای که یک عضوی باشه. ما الان داره زیر مجموعه یک عضوی رو می نویسیم. توهی الان اینجوری باید نوشته بشه. توهی خودش اینجا عضوه. بعد اینو که نوشتیم میتونیم به جای این علامت از همون نماد اشتباه نبوده اینی که اینجا نوشتیم، اما میام از همون چیزی که خود اینجا استفاده کرده استفاده میکنیم. پس اینجا باید داره زیر مجموعه تک عضوی رو می نویسیم، اینجا باید توهی رو بذاریم. حالا داره زیر مجموعه دو عضوی رو می نویسیم، میریم سراغ توهی و این. حالا میریم الان سه تا دوتا دیگه مونده، یکی خوده یک مجموعه زیر مجموعه خودشه و یکی توهی. این توهی با این فرق میکنه، این توهی الان زیر مجموعه است، این الان مجموعی که توهی عضوشه. گفته این چند تا عضو داره، ویرگولا رو بشماریم، اون اعضا رو جدا کرده، یه دونه عضو، دوباره یه ویرگول، یه عضو، ویرگول، یه عضو، یعنی سه عضو داره. عضوها کدوم ها هستن؟ آ و مجموعه شامل آ و مجموعه شامل آ و مجموعه شامل آ که داخل این مجموعه هست. این سه تا عضو داره. هشت هم زیر مجموعه داره دیگه. میگه فرض کنید آ اینه و بی اینه، مجموعه های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید، بنویسید. آ منهای بی یعنی اونایی که فقط داخل آ هست، یک، نه داخل بی هم هست، دو. حالا آ منهای آ منهای بی می شود یک و دو منهای دو، چی میشه؟ یک. اونایی که فقط داخل مجموعه آ هست یک دیگه، داخل این یک، دو داخل هر دو هست. و قسمت ب آ اجتماع بی می شود، میخوام به ترتیب بنویسم از کوچیک به بزرگ، منهای یک، صفر، یک، دو. البته اگه به ترتیبم نبود اشکالی نبود، یعنی مثلا می نوشیم یک، دو، منهای یک، صفر، چون یک رو یه بار بعد بنویسیم. منهای آ میگیم آ اجتماع بی، حساب کردیم، منهای آ بیایم اینجا زیرش می نویسیم این آ اجتماع بیه، منهای یک و صفر و یک و دو منهای آ، منهای یک و دو، اونایی که فقط داخل این هست. گفتیم یه روش دیگه اینه که بیایم اینا رو خط بزنیم، چی میمونه ازش؟ منهای یک و صفر. فرض کنید آ و بی به این صورت باشد، مجموعه های آ و بی را با عضوهایشان بنویسید. اول میاییم نگاه میکنیم چی گفته. دو به توان n به علاوه دو به شرطی یا به طوری که n عضو اعداد طبیعی و n کوچکتر مساوی دو، یعنی n باید هم این شرط و هم این شرط رو توامان با هم داشته باشه. n عضو اعداد طبیعی یعنی n یا یک یا دو یا سه یا چهار، یا یعنی اینا رو باید میتونه باشه تا اینجاش، اگر فقط گفته بود n عضو اعداد طبیعی. همچنین باید n کوچکتر مساویه با دو باشه، یعنی یک، دو، صفر. آقای رضایی شما فقط داره اعداد صحیح رو می نویسه، اینجوری درسته، اعداد یک و دو دهم، n کوچکتر مساویه با دو، یک و دو دهم، یک و رادیکال مثلا منفی رادیکال 2، اینا هم میتونه باشه. حالا چون اشتراک قراره بگیره، میایم فقط اونایی که جزء اعداد طبیعی n کوچکتر مساوی با 2 هست دیگه، ما نه با اعداد صحیح منفی کار داریم، نه با صفر کار داریم، نه با اعداد کسری تحول ناپذیر یا تحویل ناپذیر کار داریم. تحویل ناپذیر یعنی چی؟ اینجوری ساده بشه دیگه، ساده تر نشه، ساده شدهش کسری، تحویل ناپذیر. خب فقط میشه 1 و 2، هم عضو اعداد طبیعی باشه، هم کوچکتر مساوی با 2 باشه. اینجایی اینم همون شرط داره. آ رو بیایم مشخص کنیم، پس چی میشه؟ n میاد از اینجا میره تو این فرمول، آ میشه 1 بار 1 میذاریم، میشه 2 به توان 1 به علاوه 2، 2 به توان 2 به علاوه 2، چون مساوی داره خود 2 هم هست. یعنی میتونیم بگیم آ هست 2 به توان 3، 8، 2 به توان 4، 16. اما بی 2 به توان، این شرطاش همونه، 1 بار 1 قرار میدیم میشه 2 به توان 1، 1 بار 2 قرار میدیم 2 به توان 2، یعنی بی میشود 2 و 4. همه زیر مجموعه های آ اشتراک بی رو بنویسید. آ اشتراک بی چیه؟ مجموعه ای که شامل توهیه دیگه، اشتراکی با هم ندارن، بنابراین تمام زیر مجموعه هاش فقط میشه توهی. توهی چون هیچ عضوی نداره، 0 عضو داره، میبینید 2 به توان 0 فقط یه زیر مجموعه داره، اونم خودشه، بنابراین جوابش میشه این، تمام زیر مجموعه های آ اشتراک بی که توهی هست. فرض کنید آ بی سی به این صورت باشد، مقدار کار را طوری تعیین کنید که آ اشتراک بی باشه سی. میایم میگیم که آ اشتراک بی باشه سی. آ اینه 2، 5، 7 کا. تا اونجایی که میتونیم شروع میکنیم به حل کردن، یا ایده‌ای به ذهنمون میاد یا باز روش کار میکنیم تا، ولی آدم وقتی کاری رو شروع نکنه که هیچ وقت نمیتونه به سرانجام برسونه. میگن برای اینکه عالی باشی باید شروع کنی، نه اینکه برای اینکه شروع کنی عالی باشی. این کامل بودن یا کمالگرا بودن، ایدئال گرایی توی شروع یه مقدار بعضی وقتا مانع ایجاد میکنه. شما هم همینطور نگید همه امکانات باید باشه، یا ما حتما باید نفر اول کنکور باشیم. حالا که نمیتونیم باشیم پس درس خوندن فایده ای نداره. چرا؟ درس خوندن خیلی فایده ها داره، غیر از اینکه آدم وارد دانشگاه بشه، خودش سرمنشأ خیلی چیزها هست و دانشگاه رفتن یکی از چیزهایی هست که پیامد اونه. مثل کسی که ورزش میکنه، من الان خودم ورزش میکنم، نه توی ورزشگاه رفتم نه ورزشکار حرفه‌ای تو رشته‌ای هستم، اما واقعا تناسب انجامی که دارم خیلی از ورزشکارهای حرفه‌ای هم حتی ندارن. شما به یک کار بپردازید با عشق و علاقه، زندگی همینه، مساوی با سی 5 و 6. اول بیایم اینی که نوشتیم و تحلیل کنیم. این خودش داره به ما میگه جواب یعنی چی. نگاه کنید این مجموعه 4 تا عضو داره، اینم 4 تا عضو داره، اشتراک یعنی هم چیزی که داخل این هست هم چیزی که داخل این هست 5 و 6. نگاه میکنیم 5 اینجا هست، کا باید چند باشه؟ بله دیگه، کا باید 6 باشه چون اشتراک داره میگیریم و اینجا 5 و 6، اینجا هم 5 و 6، پس اینجا هم باید 5 و 6 باشه. میخوایم این مجموعه رو سایه بزنیم. حتما توی امتحان شما جواب نهایی رو باید مشخص کنید. این الان دو مرحله داره، یکی بی اجتماع سیه که یه نفر میاد اینجوری بی اجتماع سی رو سایه میزنه، یعنی هم بی، بذارید اول بی رو مشخص کنید، بعد میره سی. خب الان میگه من میخوام آی منهای بی اجتماعی سی رو سایه بزنم، میشه این ناحیه. خب اگر بیاد اینجا رو سایه بزنه که همش سایه خورده، باید چیکار کنه؟ یا باید بیاد اینجا رو به این صورت که من داره سایه میزنم با یه حالتی که انگاری رنگ خورده مشخص باشه، که بعد اینجا این الان آی منهای بی اجتماعی سیه، اونایی که فقط داخل آ هست اما داخل بی اجتماعی سی نیست. بعد اینجا بگم پاسخ ناحیه رنگ شده است. بعد میتونم مثلا این نقش راهنماها اینجوری بگم منظور اینه، دیدید بعضی از نقشه ها یه چیزایی رنگ داره، بعد این کنار رنگ ها مثلا استان با این رنگ با این فونت، این راهنماشه. منظور از رنگ اینه نه این. یا بیاد بگه که بی اجتماع سی رو اینجوری در نظر بگیره، بگه من این نمودار اولم هست با بی سی منهای آ بی سی، بگم مثلا سفید کل مطلوب بوده، حالا این ازش برداشته میشه پاسخ به این صورت، یعنی فقط میاد جواب آخر رو اینجوری، یا جواب آخر رو فقط به این صورت. این آ منهای بی اجتماع سیه. اومده یه سوال مشابه. خیلی این سوال سوال کلاسیکی هست، یعنی متداوله برای مجموعه ها. دوباره میگیم آ اجتماع بی رو سایه میزنیم، این آ کامل خیلی پررنگ نه، فقط میخوایم مشخص بشه دیگه. اگر اشتباهی هم کنیم دیگه اثراتش وقتی میخوایم پاک کنیم نمونه. حالا چیا داخل آ اجتماع بی هست اما داخل سی نیست؟ این ناحیه رو ببینید، این ناحیه که الان دورش رو دارم پررنگ میکنم، اینا داخل سیه، نگاه کنید اینا داخل سیه دیگه، اینا نه، اما اون چیزی که باقی میمونه رو دارم رنگ میکنم، اینا جواب ماه. باز مثل سال قبلی میتونیم تو دو تا مرحله اینو بهش برسیم. پس الان ما آ اجتماع بی رو هاشور زدیم، بعد ازش سی رو کم کردیم، یعنی اونایی که فقط داخل آ اجتماع بی هم نه داخل سی هم هستن. خب این یه نحوه. بعدا اینجا میایم میگیم که پاسخ سوال یعنی آ اجتماع بی منهای سی ناحیه رنگ شده است. خب اما روش دوم میایم این آ اجتماع، توی سوال قبلم ببینید، تو سوال قبلم که گفتیم میتونستیم در اصل اینجوری در نظر بگیریم، این آ رو اینجوری بگیم. بله میدونم شما هم گفتید آقای رضایی چرا اون شکل قبلی رو آ رو، میدونم شما درست میگید، این آ بعد این بی اجتماع سی بعد این میمونه ازش، چون معنی نداره که وقتی تفریق میکنیم یه دفعه این ظاهر بشه. این نکاتی هستش که وقتی که با تمرکز بخوایم ببینیم برامون ایجاد میشه. حالا میگیم آ اجتماع بی یعنی کل این، نه کل شکل، آ اجتماع بی یعنی کل آ و بی. چون قرار جواب آخرم اینجوری رنگی باشه بنابراین این اولین عبارتمون اینجوری. حالا اگر هاشور میزدیم جواب آخرم هاشور خورده. حالا ازش سی رو که اینجوریه، سی و اینجوری هاشور میزنیم، این کم میشه، حاصل مساوی با یه شکلی به این صورت که اینجا من کوچیک گذاشتم. ببینید این ناحیه رو برداریم از اینجا، چیا میمونه؟ همون چیزی که اون بالا نوشتیم. بریم سراغ سوال بعد. این آ بی سی. اگر دو مجموعه مساوی باشند ایکس و ایگرگ را بیابید. شرط این که دو مجموعه مساوی هستند یعنی چی؟ هر عضو این و هر عضو این مجموعه عضو این. آقا این دو تا عضو داره، این یه دونه عضو داره، پس یعنی دو تا عضوش با هم مساوی هستند. آقای رضایی اینجا یه معادله دو مجهوله، اینجا x یه عضوه، x دوه، از اینجا دو که به دست اومد میذاریم تو پایینی، مساویه با 4 به علاوه y در میاد منفی 2. حالا اگر x رو بذارید 2 y و منفی 2 این میشه 4 منهای 2 یعنی میشه 2 که با این مجموعه برابره، فقط تکرار داره که تفسیری نداره. میگه فرض کنید آ اینه بی اینه، همه زیر مجموعه های آ اجتماعی بی رو بنویسید. اول آ اجتماعی بی رو پیدا میکنیم که می شود 2، به ترتیبم بنویسم 3، 4، 6. 2 به توان 4 تا زیر مجموعه داره که دیگه این قسمت رو شما انجام بدید. اول زیر مجموعه تک عضوی، بعد دو عضوی و بعد سه عضوی. توی فیلم های قبل گفتیم چی کار کنیم، 2، 3، 4، 2، 3، 6، 3، 4، 6 و همین ترتیب میرید تا آخر. دو مجموعه نامتناهی مثال بیاورید که اشتراک آنها مجموعه متناهی باشد. نامتناهی تعدادش محدود نیست، تعداد اعضاش محدود نیست، مثل مجموع اعداد طبیعی، یا نه اصلا از 1 شروع نشه، از 4 شروع بشه. یه مجموعه است مثل آ. الان اشتراک این چی میشه؟ 4، 5، 6 مثلا الان این اشتراکش با آ میشه نامتناهی. حالا شما به من بگید دو تا مجموعه نامتناهی میتونه اشتراکش متناهی باشه؟ بله. نگاه کنید W رو در نظر بگیرید، 0، 1، 2، 3، 4. آ رو این دفعه فقط 2 و 4 در نظر بگیریم. بله الان یکی متناهیه یکی نامتناهی، اشتراکش میشه متناهی. اما اگر بخوایم یه مجموعه نامتناهی مثال بزنیم چی؟ مثلا اگر n رو مثال بزنیم باز، اما بیایم به این صورت در نظر بگیریم، مجموعه A رو بیایم از منفی ها که هیچی بیاد برسه منهای 1 و 0 و 1. اشتراک این دوتا چی میشه؟ این از منفی نامتناهی ادامه داره. منفی یک، منفی دو، اینا هست. اما اشتراک اینا فقط 0 و 1. اگر روی محورم نمایش بخوایم بدیم، ببینید ممکنه دو تا مجموعه اینجوری باشن. بذارید همین مجموعه اعداد حسابی رو روی محور نمایش بدیم. 0، 1، 2. اینجوری هم یعنی چی؟ یعنی آقا همین روند ادامه داره. اون یکی مجموعه اینجوری میام تو پر میکنم این بالا دیگه قاطی نشه. 1، 0، -1. اینجوری کجا هم این کادر هست، همین کادر اینجا اشتراکش 0 و 1. بنابراین اشتراک دو مجموعه نامتناهی میتونه متناهی باشه. اگر آ و بی دو زیر مجموعه از عددهای طبیعی باشند که آ متناهی و بی نامتناهی، کدام یک از مجموعه‌های زیر متناهی و کدام یک نامتناهیه؟ خب مثلا بیام آ رو متناهی در نظر بگیرم، 1، 2، 3، و بی هم نامتناهی، مثلا بی یه اشتراکی هم باش داشته باشه که حالت خاص نداشته باشه، اینم بی نامتناهی، هم این زیر مجموعه عدد طبیعی، هم این. آ اشتراک بی متناهیه، آن گفته که بگید، پس میگیم آ اشتراک بی متناهی. چرا؟ چون این متناهیه، این نامتناهی، اشتراکش میشه 3. آ اجتماع بی نامتناهی، آ منهای بی میشه 1 و 2 متناهی، بی منهای آ نامتناهی، شامل چیه؟ 4، 5 اونای داخل اینن فقط، و ادامه داره. آ منهای بی چی میشه؟ 1 و 2. اگر آ این باشه، بی این باشه، مجموعه آ اجتماعی بی را با نوشتن اعضایش مشخص کنید. دو تا وضع داره، نه بیایم اینجوری در نظر بگیریم، بیایم اول مجموعه آ رو قرار بدیم 1 و این. حالا میخوام برم سراغ بی، میبینم این داخل این نیست، پس مینویسمش، تکراری که نیست. خب و میرسم به این، خب این نوشته شده، این 3 تا عضو داره و به این صورت. بریم نمونه سوالات، تستایی که تو آزمون‌های ورودی داره. گفتم این سوالات مال خیلی گذشته است و سطحش هم با توجه به اینکه اکثرا مال انسانی هست، رشته انسانی هست، خیلی سخت نیست. 20 تا تسته. بله اگر آ، یه نکته، این تست، همین تست شماره 1، سخت ترین تست این 20 است. من یه نکته رو به شما بگم، توی زندگی اگر دیدید یه کاری مشکله، پا پس نکشید اگر قراره انجامش بدید. همیشه اولین گام ها سخت ترین گام هاست. توی آزمون برای اینکه ببینن کیا میتونن خودشون و روحیشون رو حفظ کنن، چند تا سوال خیلی سخت رو میذارن اون اول. خیلی خود من تجربهش رو تو کنکور داشتم، سال اول که کنکور دادم من آشنایی با آزمونهای تستی نداشتم و واقعا ضربه خوردم. اما سال بعد توی کانون ثبت نام کردم، هر 2 هفته یه بار آزمون میدادم دیگه. روندش طوری شده بود استرس اینو نداشته باشم، یا مثلا اگه 10 تا تست رو ندادم از 30 تا تست، اینطور نباشه اون 20تایی هم که میتونم رها کنم. ببینید این تست خیلی سخته، یعنی الان شروع میکنیم حل کردن. میبینید با دیدن این اگر وقت بذاریم وقتمون بره اشتباه کردیم، باید این رو صرف نظر کنیم. وقتی دیدیم نمیتونیم حل کنیم بریم سراغ تستایی که آسان تره اونا رو جواب بدیم اگه وقت اضافه آوردیم. توی آزمون تشریحی هم همینه، سوالی که سخت هست ممکن حال سوال اولم نباشه، هر جای آزمون بود رها کنید، همه اون چیزی که بلد هستید و بنویسید، بعدا برگردید اگر وقت. میگه اگر آ مجموعه اعداد دو رقمی باشد. خب تکلیف رو روشن کرد. اعداد دو رقمی از 10 شروع میشه، 11 12، تا اینجاش سخت نیست، 3 تا نقطه ویرگول 90. تکلیفمون با مجموعه آ روشنه. آنگاه زیر مجموعه ای از آ که عضوهای آن به صورت 5K، یعنی ما زیر مجموعی از آ میخوایم که 5K یعنی مضرب 5 باشد و کا عضو آ. من اول که خودم خواستم این سوال رو حل کنم بی دقتی کردم، گفتم 5K یعنی مضربای 5. این چند تا مضرب 5 داره؟ 10 15 20 25 30 35. بعد گفتم چه کاریه، میتونیم از یه فرمول که داریم اونم اینه، میگه 99 منهای 10 تقسیم بر 5. این علامت رو البته خب شما نمیدونید، این سقفه. یه جزء صحیح داریم به این صورت، مثلا جزء صحیح 5 و 1 دهم میشه 5، اما سقف 5 و 1 دهم میشه 6، به سمت بالا در نظر میگیره. 99 منهای 10 میشود 89 تقسیم بر 10 میشود 8 9، میشه 8. بعد جواب میشه چی؟ 9. بعد اینجا نگاه میکنیم 9. بعد میگیم لابد این جواب. اما توی راه حلش من به شما یه نشونی بدم، البته من این راه حل نرفتم. اولا که جواب قسمت ب، اما گفته 5K عضو اعداد مجموعه آ و 5K عضو، یعنی من این شرط رو اصلا لحاظ نکردم. میبینید چیزایی که توی این مجموعه مورد نظر ما هست ایناست. من گفتم چنده، من از 10 شروع کردم، مثلا 10 اینجا داریم، نه، آر اومده به این صورت تو دو تا شرط گفته. خب برگردیم سر این، بریم خودمون حل کنیم. ما وقتی صورت یه سوال رو دیدیم بعد سخت بود برامون، یه مقدار روش فکر کردیم، رفتیم جواب سوالم دیدیم، برمیگردیم با استفاده از جوابی که دیدیم اینا برای خودمون تحلیل میکنیم، میگیم خب حالا ما جواب رو فهمیدیم، گزینه ب و مجموعی هم که تشکیل دادیم دو تا شرط رو در نظر نگرفتیم، خب پس بیایم دو تا شرط رو در نظر بگیریم دیگه. روی اون هی فکر نمیکنیم، خودمون فکر میکنیم، راه حل رو کشف کنیم. میگیم آ اینجوری بود 10 11 12 تا 90. میگه زیر مجموعی از آ که عضوهای آن به صورت 5K و کا عضو مجموعه آ. پس عضوهاش به صورت 5K و کا عضو، این دوتا شرط رو داشته باشه. میایم این مجموعه رو مثلا میگیریم B مضرب 5 عضوهای آن به صورت 5K. چون زیر مجموعه ای از آ هست K عضو آ، 5K هم عضو آ. اگر من فقط بگم K عضو آ دیگه مثلا میشه چی؟ 5 ضرب در 10، 5 ضرب در 11، 5 ضرب در 12 تا 5 ضرب در 99. اما قرار عضوهای این شرط زیر مجموعه بودن رو داشته باشه. این اومده این شرط زیر مجموعه بودن رو قرار داده. 5K عضو آ. تا کجا این 5 ضرب در 10، 5 ضرب در 11، 5 ضرب در 12 تا برسه کمتر از 99، 5 ضرب در 13 این که میشه 85، 5 ضرب در 14، 65، 5 ضرب در 15، 5 ضرب در 16، 5 ضرب در 17، 5 ضرب در 18، 5 ضرب در 19 میشه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. اونی که من اول گفتم 99 منهای 10 تقسیم بر 5 مضربای 5 بود. مضربای 5 به علاوه یکش هم باید کنیم چون از 10 شروع میشه. اما میبینید اینجا اصلا با وجود اینکه جواب همون 10 تا هم بشه اما اصلا ربطی به اون 10 تا نداره. این 10 تا یه جور دیگه به دست اومده اتفاقی. اصلا مجموعه B اینجا میشه 50، 55، 60. اون مجموعه‌ای که من میگم میشه 10، 20، 25، 30، 35، 40، 50، 55، 60، 65، 2، 4، 6، 8، 10. تازه اینجا نگاه کنیم از 10 تا بیشتر میشه. ما اینجا در وردیم 89 تقسیم بر 5. برای چی من اینجا گفتم 10 تا؟ بله خیلی بیشتر میشه 16 تا، 55 تا، 39 تا، 87 5 تا، 4 تا میشه 18 تا. یعنی این 17 به دست میاد سقفش میشه 18 تا، یه دونم که خود 10. حالا نگاه کنیم ببینیم اینجا میرسیم 70، 75، 85، 90، 95. 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 17، 99 منهای 10 پنجم 4 تا باقی مانده 17 و خورده این میشه 18. خود اینم باید حساب بشه که ببینیم اینجا 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 17. اینو هشت داد. من میخوام اینا باشه که شما بدونید وقتی یه نفر مسئله حل میکنه حتما باید ممارست داشته باشه، سری پا پس نکشه. یه چیزی هم به شما بگم، مثلا میگم بین 4 تا 9، از 4 تا 9 چند تا عدده؟ اینا یکی یکی هم میره بالا. میگید 9 منهای 4 به علاوه 1 میشه چند؟ 6 تا. 4، 5، 6، 7، 8، 9. حالا اگر اینجوری بود، از بزرگتر از 4 دیگه از 4 نیست، خود 4 نیست، تا 9 این دیگه به علاوه 1شو نداره. حالا اگر گفته باشه بین 4 و 9 دیگه یه دونم کم میکنید میشه 5، 6. نگاه کنید، میشه 5، 6، 7، 8. برای همین تو اون فرموله ما اول تعداد اعداد بین و بعدا اون دهه بود حساب نمیشد، برای همون به علاوه 1 رو کردیم. اما مثلا اگر میگفت از 9 تا 99، اون وقت همون 99 منهای 9 تقسیم بر 5. اینجا دیگه به علاوه 1 دادم نبود، چون هیچ کدوم از اینا بخش پذیر بر 5 نیستن و اینجا میشد 90 5 و 18. دیگه خود 10 توش افتاد، اونجا 10 رو داشتیم حذف میکردیم. چون خب اگر آ این باشه B این باشه، مجموعه آ اشتراک B چی میشه؟ آ از 1 تا 30. این میگه چی؟ X به طوری که X N به علاوه 1. اول این هم باید عدد طبیعی باشه، هر دوتا شرط رو 1 رو بذاریم، میاد تو این فرمول 4. خب بعد 2 رو میذاریم، 2 3 تا 6 تا 7. بعدا همینجور چند تا چند تا میره 3 تا 3 تا. میگه چند تا اشتراک داره؟ مجموع این چند عضو داره؟ 4، 7، 10، 13. یه روش اینه که بیاین اشتراکاشو حساب کنیم که همین ساده ترین روش هم هست تا 30. بشماریم دیگه، 4، 7، 8، 4، 7، 10، 13. یه روش دیگه بیایم بگیم آخرین عضو این چی میشه، آخرین عضوی که داخل اشتراکشون هست. چیکار باید کنیم؟ آخرین عضو تشخیص میدیم. چجوری تشخیص میدیم؟ مثلا میگیم سن به علاوه 1 یه عددی باید باشه که مثلا n طبیعی در بیاد. 30 رو قرار بدیم 30 منهای 1، نه 30 منهای 1 بخش پذیر بر 3 نیست، 29 منهای 1، 28 نیست، 28 منهای 1. 28 وقتی قرار داده بشه میشه 27، 3 n میشه 9. به این صورت n رو که در آوردیم 9، یعنی از 1 n1 که 4 هست شروع میشه تا n9 که 28 هست. این میشه آ اشتراک بی، تعداد اعضاش 9 تاست. پس یه روش شمردن، یه روش هم اینطور. x کوچکتر از 10 عدد تبدیل، مثلا این آ x هرچی میتونه باشه. آره اینم همه اون چیزه، ولی من دارم اون عدد طبیعی در نظر میگیرم چون آخر سر باید، پس اینو نگیرم آ، چون آ هر عددی میتونه باشه، مثلا رادیکال 2 هم میتونه باشه. اما اونایی که طبیعی فرد هستن میخوام در نظر بگیرم، دیگه میام طبیعی ها رو میشمارم 1 2 3 4 تا 10، بعد میام طبیعی فرد میشه 1 3 5 7 9. قسمت هاشور خورده در شکل روبرو نموداربین برای کدام مجموعه است؟ چون اینجا دیگه تست هست من یه مقدار کمتر توضیح میدم، تو توضیحات سر بخش قبلی مفصل گفتیم. یه روش اینه که بیایم اینا رو حساب کنیم که طولانیه، اونایی که مسلط هستن میدونن این الان چیه، این الان اشتراک C با آ اجتماع Bه. آ اجتماع B تو ذهنتون بیاد، آ و B، C هم در نظر بگیرید، دو بار هاشور خورده باشه. اجتماع این دوتا مجموعه چند عضو دارد؟ اینو می نویسیم اول. این یعنی یه عضو داره، این یه عضو داره، این کلا یه عضو وجود داره. ببینید اینو ببینید داخل اینه و هیچ چی دیگه ویرگولی نداریم. کلا این مجموعه اولمون یک عضو داره، یه مجموعه داخل یه ویرگول میذاریم میخوایم اجتماع حساب کنیم. میایم سراغ این، این دو تا عضو داره، یه آ یه توهی. دو تا مجموعه رو ما میتونیم اجتماع بگیریم. اگر گفتن اجتماع این مثلا با آ چی میشه، آ کوچیک عضو، اصلا اجتماع البته همچین چیز سوالی نمیدن، ولی منظور اینه که اجتماع دو مجموعه رو داریم، سه عضو داره. کدام مجموعه زیر توهی است؟ سوال 6 هستیم. مجموعه عدد طبیعی فرد بین 8 و 10 میشه 9، یه دونه عضو داره. مجموعه عدد طبیعی زوج بین 9 و 11، خب 10 عضو اینه. مجموعه عدد طبیعی مضرب 3 بین 13 و 15، تنها عدد طبیعی بین 13 و 15 14 که مضربه، خب پس همین رو ببینیم. گزینه د چی میگه؟ مجموعه عدد طبیعی مضرب 3 بین خب 15 عضو داره. کدام مجموعه زیر مجموعه سایر مجموعه هاست؟ این نه، اجتماعی نه، آها توهی اشتراکش با یه مجموعه که یه عضو داره، توهی اشتراکش با هر مجموعه توهیه. اگر به جای این هر چیز دیگه ای هر مجموعه دیگه هم بود جواب همین بود. مجموعه دارای چند عضوه؟ اینم سواله، البته به آخرای نهم ربط داره. x ضرب داره، x منهای 1 ضرب داره x منهای 2 مساوی با 0. میگه x به طوری که حاصل ضرب x در x منهای 1 در x منهای 2 مساویه با 0 باشه. سه تا عدد، این یه عدده، این یه عدد میشه، این یه عدد، ضرب هم شده 0، پس حداقل یکی از اینا باید 0 باشه، یا x 0 یا x منهای 1 یا x منهای 2. اگر که x رو 0 بگیریم بله درست میشه، x منهای 1 مساویه با 0. اگر x رو 1 در نظر بگیریم این پرانتز میشه 0، حاصل ضرب با 0 میشه، x منهای 2 مساویه با 0، بنابراین x مساویه با 2. با خودمون میگیم 3 تا جواب، اما یه شرط دیگه هم داره، یک توضیح به عدد طبیعی. پس یه مجموعه جواب از اینجا به دست آوردیم، 0 و 1 و 2. یه شرط دیگه هم داریم که x عضو اعداد طبیعی اشتراکه، این دوتا میشه 2 تا عضو، 1 و 2. گزینه آخه یه جزایی گفته چند زیر مجموعه، مجموعه جوابمون اینه 1 و 2. چند تا زیر مجموعه داره؟ 2 به توان 2 میشه 4. حالا میتونست برای اونایی که یه ذره بی‌دقتی دارن یه گزینه بذاره 2، بعدن طرف سریع مثلا گزینه الف رو میذاشت 2 به جای 3، در صورتی که گفته چند زیر مجموعه، نگفته چند جواب یا چند عضو. A، B و C 3 مجموعه هستن و داریم A زیر مجموعه B، B زیر مجموعه C. اینو شکلش رو رسم کنیم، C اینجاست، B اینجاست، برعکس گفتم، A زیر مجموعه B، A اینجاست، B اینجاست، C اینجاست. حالا گفته A اجتماع B اشتراکش با A اجتماع C. A اجتماع B این میشه، A اجتماع B این میشه. حالا A B C، A اجتماع C کلی میشه، اشتراک این دوتا چی میشه؟ جایی که هم این رنگ خورده، این دیگه، این که کله، این اینقدر، پس میشه B. مجموعه های اعداد طبیعی حسابی صحیح گویا حقیقی به ترتیب با این. ببینید این با این یه مقدار نوشتنش فرق میکنه، برای اینکه توی نمایش مجموعه ها حروف لاتین یه مقدار تفاوت کنه با نامگذاری مجموعه اعداد. مثلا این n، این مجموعه اعداد طبیعی، یه خط میذارن، w اینجوری مینویسن، q یه دونه خط اینجوری مثلا شما بذارید، اگر اینجوری هم بنویسید، من خودم کیو رو اینجوری می‌نویسم. آره، مجموعه اعداد حقیقی اینه. حالا یه نمودار ونی هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، کل بزرگترین مجموعه اعداد حقیقی هم. بعد ما یه سری اعداد داریم که گنگن، مثل رادیکال دو، رادیکال سه، با QC یا Q'Prime نمایش میده که اصلا ربطی به اعداد گویا ندارن. اینجا Q، توی Q ما یه سری اعداد کسری داریم که اون هم هیچی، یه Z داریم، اعداد صحیح، یه W داریم که زیر مجموعه اعداد صحیحه، یه 0 اینجا هست، یه N. اینجا بین Z و W من چیزی ننوشتم، معنیش این نیست چیزی نیست، اعداد منفیه که دیگه زیاد بودن، ولی اینجا 0 رو گذاشتم، میتونم 0 ندارم چون یه دونه بود، یه دونه رو گذاشتم. الان ببینید N زیر مجموعه Z، البته N زیر مجموعه W اینجوری، N زیر مجموعه W، W زیر مجموعه Z، Z زیر مجموعه Q، Q زیر مجموعه R. این اعداد گویا کسری میتونیم بنویسیم، همه اعداد صحیح رو میتونیم به صورت کسری بنویسیم، مثلا منهای 2 یا حتی 0. اینا نمایش اعداد گویا، صورت مخرج اعداد صحیح باشه. حالا گفته کدام حکم درسته، یک کدام این حکم ها درسته. Z اجتماعش با Q، خب نه، اجتماعش میشه Q، Z زیر مجموعه Q، W منهای N، میخواید به این شکل هم باشه این رو شما ببینید. W منهای N اونی که فقط داخل W نه N صفره، بنابراین اینم غلطه. W اشتراکش با Q چیه؟ W نه N. W زیر مجموعه Q، بعد این درست. مجموعه اعداد طبیعی حسابی و صحیح به ترتیب NWZ بوده، کدام مجموعه با پایان است؟ البته یه اصطلاح با پایان با متناهی تفاوتی داره. ببینید ما نامتناهی رو مجموعه میدونیم که اعضاش نامحدودن، متناهی اعضاش محدودن. مثال مثلا 1، 2، 3 اعداد طبیعی، این نامتناهیه یا مثلا محدود متناهی کدوم. اما با پایان یا کراندار اول و آخرش مشخصه. یا مثلا x بزرگتر مساوی با 1 کوچکتر مساوی 2. اگر اینجا x عضو اعداد حقیقی هم باشه نامتناهی اما با پایانه. اما میتونه بی پایان باشه به این صورت. x عضو اعداد حقیقی یا x بزرگتر از 1 کوچکتر مساوی با 2 x عضو اعداد حقیقی باشه. اینجا تعدادشونم، تعداد اعضاش هم نامتناهی، اینجا هم تعداد اعضاش نامتناهی. اول و آخر یا اول و آخر نداشته باشه بی پایانه. ببینید اینجا نمیتونیم اولین عضو مشخص کنیم. شما اولین عضو چی در نظر میگیرید؟ مثلا 1 و 1/10، 1 و این، بنابراین اینم در نظر داشته باشید که یه تفاوتی هست. Z منهای W همین دیگه، این اعداد منفیه که از این طرف ادامه داره. از Z W رو برداریم قسمت منفی میمونه. این چه میشه؟ اینم بی پایانه. آها گفته کدام با پایانه، پس این بی پایان، این بی پایان. Z اشتراکش با W، اینم بی پایانه اما این میشه صفر، با پایانه. مجموعه های A اجتماع B دارای 5 عضو، A اشتراک B دارای 2 عضو و A منهای B دارای 2 عضو. مجموعه B منهای A چند عضو؟ نگاه کنید این A اجتماع B، چون گفته اشتراک جزئی هم داشته 5 تا عضو داره. یعنی ببینید این ناحیه ها که این آی منهای بیه، این وسط، این یعنی جمع میشه با آ اشتراک بی، اجتماعش با بی منهای آ. هر کدوم ناحیه رو یه بار حساب کنیم، اینو با اینو با این جمع کنیم میشه آ اجتماعی. یه n بذاریم، n آ اجتماعی، این تعداد اعضاه. این فرمول داریم n آ منهای b تعداد اعضایی که داخل این هست به علاوه n آ اشتراک b به علاوه n b منهای a. این 5 تا عضو داره، این 2 تا عضو داره، بعد اینم دو تا عضو داره. این چند تا عضو داره؟ NAB منهای R یه دونه عضو. سوال 13. سوال 13 میگه در مجموعه ها حاصل این کدام است؟ آ اشتراک بی. ببینید میتونید اینجوری حساب کنید. یه دونه نمودار ون با اشتراک جزئی، یعنی یه مقدار اشتراک بین آ و بی باشه. میگید آ اشتراک بی اینه. منهای آ این میشه توهی. چیزی داخل این نیست که داخل آ نباشه. یا به عبارت دیگه این چیزی مختص خودش نداره، فقط داخل خودش باشه اما نه آ. این میشه توهی. اما این آ اجتماع بی میشه کل منهای بی، اما داخل بی نباشه میشه آ. این میشه اونایی که داخل آ اجتماع بی هست اما داخل بی نیست. نه این داخل بی هست، این قسمت وسط. بنابراین این ناحیه اشتراک، این آی منهای بی میشه. خب آی منهای بی اینجا داریم، اجتماعش با میشه گزینه. سوال بعدی میگه آ اشتراک بی منهای سی. سی چیه؟ دلها. میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که یه اشتراکی هم داشته باشه. این آ اشتراک بی، ازش سی رو برداریم میشه این ناحیه. خب اونایی که فقط داخل آ اشتراک بی نسی. منهای آ اجتماع بی، آیا چیزی داخل این هست که داخل آ اجتماع بی نباشه؟ نه، توهیه. آ اجتماع بی آ اشتراک بی رو داده، حاصل آی منهای بی. خب یه شکل رسم میکنیم یه اشتراکی داشته باشه، داخل این میذارم 3 و 5. خب اینجا چیا رو بذارم؟ اینجا بذارم 1 و 2 و اینجا هم بذارم 5 و 6 و اینجا هم 4 بذارم. خب این الان درسته. 1 2 3 4 5 6. آی منهای بی میشه 1 و 2 و 4. بی منهای آ 5 و 6. 1 و 2 و 4 5 و 6. 1 و 2 و 4 5 و 6. چرا نیست؟ کجا دارم اشتباه میکنم؟ 3 و 5 گذاشتم تو اشتراک، 1 و 2 و 4 گذاشتم اینجا، 5 و 6 هم گذاشتم اینجا. یک دو سه چهار پنج شیش. آی منهای بی میشه 1 و 2 و 4. این هم میشه بی منهای آ 5 و... آها راست میگید، 5 و اینجا که دوباره میشه. آقای رضایی یه جور دیگه هم میتونستی بگی. شما توی درس دادنت گفته بودی که اگر 2 تا مجموعه داشته باشیم آی منهای بی اینه، بی منهای آ هم اینه. این یعنی آ اجتماع بی منهای آ اشتراک بی، یعنی توی گزینه ها باید آ اجتماع بی منهای آ اشتراک بی که میشه 1 2 4 6 رو انتخاب کنیم. پس 2 تا راه حل داریم، یکی راه حل استدلالی، یکی راه حل مثالی که اول رفتیم. در مجموعه ها حاصل اینو خواسته. میتونیم باز نمودار ونی بریم، این آ اشتراک بی، اینم آ منهای بی. اصلا چیزی نداره که آ اشتراک توهیه. 16 الف. درست گفتم؟ تفریق اشتراک که نیست، چون اصلا با هم دیگه اشتراکشون توهیه. اشتراک بی که اینجا هست کلن میمونه. حتی اگر اینجوری بود منهای بی منهای اشتراک بی، شما بگید این چی میشه؟ این هم میشه این. وقتی که دو تا مجموعه با هم اشتراکی ندارن تفاضلشون میشه مجموعه اول دیگه، کلن میمونه. پس گزینه ب. سوال بعدی. تو فیلم بعدی توانش شد. این دوتا مجموعه با هم مساوی هستند. شبیهش رو حل کردیم دیگه. یعنی این یه عضو داره، این هم یه عضو باید داشته باشه. یعنی 3x به علاوه 3y اولا باید مساوی x منهای y باشه. ثانیاً x منهای y مساوی با 6. 3x به علاوه 3y هم مساوی با 6. خب این دستگاه رو ما حل کنیم جواب رو میرسیم، با اینکه چیزی به دست نمیاد. این رو چجوری حل کنیم؟ از طریق حذفی. البته گفتم این فیلم اگر شما پای نهم خونده باشید خیلی این نکات استفاده میشه، چون تست کنکوره اینا رو یاد گرفته. یک کنکوری دستگاه دو مادری دو مجموعه، اما نهمی هستید اشکال نداره اینو بلد نباشید. این سوالای کنکور ترکیبیه. اینو در 3 ضرب میکنیم، بعدا جمع میکنیم. 3y و منهای 3y میره، 3x و 3x میشه 6x. اینجا 3 6 تا 18 و 6 24. x در میاد 4. x ضربیت 4 اینجا قرار میدیم، y در میاد -2. یعنی y -2 خودتونم میتونید امتحان کنید. x در اومد 4 منهای 2 این 6، 3 ضرب در 4 12 منهای 6 6. x چند شد؟ 4. سوال 18. باز مشابه، یه عضو داره، بنابراین اولا 2x منهای 5 رو مساوی با a قرار بدم و خب اینجا دو معادله دو مجبور شد. 25 منهای 3x هم مساوی با a قرار بدم، بعد 2x منهای 5 رو مساوی 25 منهای 3x قرار بدم. خب بعد اینجا x به دست بیاد a به دست میاد. این دوتا عضو باید مساوی هم باشن، مساوی با آ. از مساوی بودنشون x به دست میاد، بعد آ رو به دست میاد. این میاد این ور میشه 5x، این میره اون ور میشه 30، x میشه 6. x که در اومد 6 قرار میدم اینجا 12 منهای 5 آ در میاد 7. آی منهای بی، بی منهای آ. گفتم این دوتا اصلا ربطی به هم ندارن. وقتی هم ربطی به هم نداشته باشن تفاضلشون میشه مجموعه. این آی منهای بیه، اشتراکی با بی منهای آ نداره، کل این میمونه. این میشه آی منهای بی. اینم به این بی منهای آ هم گفتیم به آی منهای بی ربط نداره، پس اینم میشه بی منهای آ. باز این که ربط نداره با اینی که ربط نداره اشتراکیش میشه توهی. سوال آخر. بازم این در حد کسایی هست که تموم کرده باشن پای دهم، چون بعد این معادله درجه 2 رو حل کنیم. آ اینطور تعریف شده، x به طور x منهای 5 x به علاوه 4 مساوی با 0. البته تیزهوشان نهم هم میتونن استفاده کنن. یعنی x2 منهای 5 x به علاوه 4 مساوی با 0. این تجزیهش میشه x منهای 4 x منهای 1. حاصل ضربش چه موقع این دوتا 0 میشه؟ یا این 0 باشه یا این. یعنی یا x منهای 4 مساوی با 0 که اینجا x در میاد 4، یا ایکس منهای یک مساوی با صفر کردیم که در میاد ایکس مساوی با یک. بریم سراغ مجموعه B چون قراره اجتماع بگیریم، اعضای این و اعضای اینو باید مشخص کنیم. گفته x به طوری که x2 منهای 4 مساوی با صفر، پس یه بار باید x2 منهای 4 مساوی با صفر قرار بدیم و ببینیم آیا عضو n در میاد یا نه، که از اینجا اگر تجزیه کنیم یه جواب در میاد x به علاوه 2 مساوی با صفر، x مساوی منفی 2، x منهای 2 مساوی با صفر، از اینجا x در میاد 2. کدوم جواب قابل قبوله؟ این، چون برای حل این هر دوتاش قابل قبوله، اما برای اینکه عضو مجموعه B باشه x عضو n، پس B فقط یه عضو داره، این هم 2. A عدد طبیعی 1 و 4، اما گفته آ اجتماع B چند زیر مجموعه دارد؟ آ اجتماع B 3 تا عضو داره، 1، 2، 4، 2 به توان 3 یعنی 8 زیر مجموعه داره. متشکرم، خدا نگهدار.